سلام دوستان، های مای پرنت. امروز چون فصل گرما و تابستون هستش، امروز من با یک شربت خیلی خوشمزه و در عین حال برطرف کننده تنگی نفس، لاغری، چربی خون و اشتها رو برطرف میکنه، نمیذاره شما زیاد غذا بخورین و توپل مپل بشین. با یه شربت خاص به خونه های شما اومدم، شربت زردچوبه. شروع میکنیم. 1.5 لیتر آب معدنی میخوایم، 1.5 الی 2 لیتر. من اینجا 1.5 لیتر گرفتم. زردچوبه با این قاشق مرباخوری من اندازه گرفتم، 1 قاشق مرباخوری. دارچین با این قاشق چای خوری که در دسترس همگی باشه اندازه گرفتم، 1 قاشق چای خوری دارچین، 1 قاشق چای خوری زیره سبز و سیاه و 1/2 از این قاشق جوز هندی و زنجبیل. من اینجا از زنجبیل تازه استفاده کردم. میتونین از پودر زنجبیلم استفاده کنین. پودر زنجبیل اگر خواستین بزنین 1 قاشق چای خوری بزنین، ولی چون من تازه استفاده کردم تو دودن 1 قاشق مربخوری سرپر رنده کردم که درست کنم. شروع میکنیم. این ادویه ها رو داخل شیشه آب. در ضمن این برای کسانی که کبد چربم دارن خیلی خوبه، با کبد چرب رو برطرف میکنه. ادویه ها رو ما داخل شیشه آب قرار میدیم. این ادویه ها به مدت 24 ساعت باید داخل این شیشه بره بمونه. بعد از 24 ساعت مرحله دوم اینو من برای شما توضیح میدم. 24 ساعت داخل این آب میمونه تا مرحله دوم، تا 24 ساعت آینده. بدرود دوستان. 24 ساعت از زمان این شربت زردچوبه گذشت. ما الان گذاشتیم سر گاز بجوشه، حدود 10 الی 12 دقیقه میجوشه، خاموشش میکنیم، از حرارت که افتاد صافش میکنیم و مرحله بعدو بعدم براتون فیلم میگیرم نشونتون میدم. دوستان، من این زردچوبه رو که جوشوندم صافش کردم، شربت زردچوبه رو، و الان براتون درست میکنم. حدود 3 الی 4 قاشق غذاخوری از این داخل 1 لیوان بریزین. من 4 تا ریختم. مقداری آب لیمو ترش، و عسل. مقدار عسلش دست خودتونه، هر چقدر دوست داریم بریزی. من با این حدود 4 تا
عسل اضافه کردم و مقداری آب. در فصل گرمای تابستون این شربت فوق‌العاده خوشمزه است. برای کبد چرب، تقویت معده، مشکلات تنفسی عالیه. برای افرادی هم که دیابت دارن براشون خیلی خوبه. من از جانب شما مأمور شدم که این شربت رو تست کنم. فوق‌العاده خوشمزه است. نوشه جان، تا یه روز دیگه و یه برنامه دیگه همگی شما رو به خدا میسپارم. بدرود. It's caught in the crossfire.